Em nome do Bihterim Sarogos, bem nome do nome Kaikunam Vos, inando reais nota, salam aleikum, vanumi nobiti, charogi hido a mim, mona fona, horishimo, flubasio, betimo, sto, hojimi, hojimi, sto, chome de mim. O imnabat, halo, sto, bayak mause, nasedim, que o que na missão mohim, vai ser em artias, dar no ordione que mause, subitim, resimo, filmat bebatan, e o fudu, sto, chenibatan, as imunas. تو فرصتی شروع کردم به این موضوع همی خواستم یک مراجعتی بیننده عزیزی ما رو وابسته به اون مسئله که فکر میکنم بسیار مهم است و رساندنی هستم در مورد اونه که امروز که در کشور ماه شریف رمضان ادامه دارد و معلوم است که طبق انهان قراری شروع علمای مرکزی اسلامی جمهوری تاجیکستان از سنه 17 اپریل در مورد رمضان این ساله و قاعده های برگزاری آن به خاطر پیشگیری از آن بیماری های سیرویتی که امروز وقتنا جهان را فرا گرفته است شروع علمای مرکزی اسلامی جمهوری تاجیکستان چند در این قرار چند ترشیح ها پیشنهاد کرد در مورد آنه که همان پیشنهاد ها باید قطع اجرا شد از جمله در مورد برگزار نکردن نمازهای تراویح چون اون نمازهای گویم جمع اومده است که است و گویم سر جمع رو که خوانده میشد به خاطر پیشگیری از اون شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان همین گویم قرار رو به تصویر رسانید و متاسفانه طبق اون مراجعه بیننده عزیزمون گفتن که متاسفانه در همه محله ها این قاعده گویم به درستی فهم کرده شده به خاطر اینکه با حالت های بوده است که آدمان سرجم شده در خانه هایشان در محله ها در خانه های الهیده تراویح خوانده استفاده بودند و من میخواستم نظر شما رو سوال واسه به این مسئله چون معلوم است که مثلا ثوابیت دارد اما به خاطر اون که امروز مثلا این گویم بیماری گویم یگان به خاطر پیشگیری از این بیماری چون این تصمیم ها گرفته شده است باید حتما اون قرار اجرا شود. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي علام و انعم علم من البيان ما لم نعلم. هذاك حديث جناب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم مرات قال بيان كي قاضيان في النار وقاضي في الجنه اون صاحب فتوى هاي كي قاضي كي فتوى ميبرانن من قدر مساله مساله مهم است كي ميگن از هواي ها دو تاشون در دوزخ هستن يكشون در جنت هستن. این مسئله در شرح همین حدیث ایمان های حدیث ها مرحمت کرده میگن که پیش از هر یک فتوا رو بناوردن همون قاضی یک مفتی و مانند یک آیت قرآن که از پیش خودش نادرست یعنی تفسیر میکنه که پیغمبر خدا میگن که من فسر القرآن علی رعی فلیتبوأ مقعده من النار. مثلا که نادانسته از پیش خود قرآن دروغ خطا تفسیر میکنن برای خود در دوزخ جای ساختن. لیکن صاحبان فتوا هم اون فتوایی که شروع آدم های دینی جمهوری برآوردن مرکز اسلامی و فتوا رو پیش از برآوردن چندین سوال ها چندین کتاب ها چندین مشورت ها چندین متخصص ها اهل علم و علما ها کتاب ها که مراجعت کرده شده و بعد فتوا برآوردگی بودن. مادامی که مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان رئیس شورای علمای دینی جمهوری تاجیکستان این فتواها را از آیات‌های قرآن از حدیث‌های پیغمبر گرفتن امروز عمل کردن به هوای‌ها از رفته در خانه‌ها نماز جماعت خواندن یا که افطار گفتن از فضیلت این این قرار به عمل کردن افضلیت دارد. چرا؟ چونکه اولین آیتی که در اینها دلیل کرده گفتن الباب تکرار هم که باشد باید شاید که همون شخصانی که این کارها رو کرده سادن این آیت های قرآن رو تفسیرش فهمی دیگه نیستن که شونی دیگه نیستن. خداوند در قرآن عظیم شان در سوره بقره سوره که قرآن به همون سوره سر بشود در آیت 195 صراحتن افشان میگه که ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه کدام کارهایی که سبب هلاکت شما می شود و همون کارها نزدیکی نکنید. امروز علم اثبات کرده است، حدیث های پیغمبر اثبات کرده هستند که بسیارتر به همین هلاکت به همین هلاکت جدا شدن آدم ها
این از رعایت کردنشان و ان همین کارانتین و یک در یک جا جمع شدنشان سبب همین است. این ما مشاهده کردیم، این عیناً دیدیم، این علماً فهمیدیم. در همین باره اگر این آیه کریمه البته صراحتاً دلالت میکند، حدیث های پیغمبر در روایت امام مسلم، امام مسلم که از امیرالمؤمنین فی علم الحدیث امام بخاری باشد، بعد از امام بخاری نمی امام مسلم دومین، بعد از قرآن عظیم الشان یکم کتاب امام بخاری باشد، دوم کتاب امام مسلم. آن همین که در حدیث خودشون نمی قصه صحابی جلیل عمرو ابن عاص میگویند در باره فکر صحابه ها پیغمبر خدا میگویند اصحاب کنجون و این اقتدیتم بهم اهتدیتم. حتی که من از دنیا میروم میگم پیغمبر خدا گفت صحابه ها ایمان گیرید و مانند یک چراغی هست که شما را راهنمایی میکنم. اکنون یکی از همون صحابگان کبار، صحابی بزرگ عمرو ابن عاص، وقتی که همین پیدا شد وبا در زمان از زمین شام، آدمان گفتن که این وبا گفتن امروزه همین ویروس کرونا ویروس مانند و مانند یک آتش است. شما در یک جا جمع شدید و مانند یک هیزمی هستید که همون آتش شما را سوخته ایستاده است. اگر در یک جا جمع شدن اینقدر زیانش نمی بود در وقت چنین حالت ها، صحابی جلیل هیچ با آدم ها را فراخنده نمی کردن. آدم ها را خونه به خونه، آدم ها را خشلاق به خشلاق جدا کرده گفتن که شما تا یک مدت معین در همین جا می ایستید. این دلیل دوم از حدیثی که یعنی امام مسلم روایت میکنه از صحابی جلیل عمرو بن عاص. و دیگر روایت ها که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در همون حدیث اشاره کردن که صحابه پرسید که اگر همه خیلی حادثه ها شود ما چی چاره کنیم؟ چا کردن ما در کنیم؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که یکی از امان هم که ولی نسع باید خانه تا وسیع کن. این خانه را وسیع کردن به چی معنی است؟ امروز در همه خانه وسیع تو شین به آیه کن خواهی در گفته پیغمبر خدا اشارت به همین کردن. اگر این هم کفایت نباشد، چهارمین روایتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که ابو شرید از پدرشون روایت میکنند، از این حدیث هم در روایت امام مسلم آمده است. پیغمبر خدا روایت میکنند که از ابو شرید میگن که از پدرم شنیدم، پدرم گفتن که ما یک گروه از قبیله ثقیف نزد پیغمبر خدا برای بیعت کردن آمدیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خبر دادن گفتن که در مابین همون شخصای می اومدگی یک کس یک بیماری سیویر کننده دارد. شاید که بیماری زکم بود، شاید بیماری که از فاز پیدا شد از این سطحش پستر بود. لیکن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ گفتن که لقد فرجع لقد بایعناه، بگویید از همون راه گردن ما به تحقیق ما بیعت کردیم. این حدیث ها همش دلالت میکنن که الحمدلله فتوای رئیسی شورای علمای دین جمهوری تاجیکستان از کتاب های معتمد، از سرچشمه های معتمد، از قرآن، از حدیث، از مذهب امام ابو حنیفه گرفته شده است. در امروز و همین فتوا رعایه کردن، این برای خاطر سلامتی خود را حفظ کردن، از آن کارهایی هست که رفته جمع آمده افطار کردن یا که جمع آمده چیزهای جمع آمده گذروندن، از بین البته عمل کردن به این افضل است. بله، تشکر. تشکر استاد برای شرح ناظر و فکر میکنم بیننده های ما البته از این شرح نقطه ها برای خودشان بهره های تازه گرفتند. و میگذاریم به موضوعی که امروز ما مطرح کردیم. گفتیم که دوست داشتنی وطن از ایمان است. در این مورد دین مبین اسلام پیش از همه چرا تلقی میکنه؟ یکی از قاعده های اصول است. یعنی در اسلام غیر از قرآن، حدیث، تفسیر با اصول فقه است. یک قاعده اصول فقه یک کتابی هست که بعضی قاعده ها را از دیگر منبع های اسلامی جمع کرده یک قانون اختیار میکنه. در همون اصول فقه میگن که الانسان یتربط بالوطن، یعنی میگن انسان یعنی یک چیز چسبیده هست با وطنش، اگر وطنش نباشد انسان نیست. در شرح این کتاب، در شرح این قاعده، در شرح این مسئله علماها به تفصیل فکرهاشون رو بیان میکنن. میگن که چرا این قاعده را مفقه ها یعنی استخراج کردن؟ چون که علم فقه دانستن این خودش یک بشارتی بزرگ است از جناب رسول الله. پیغمبر خدا میگن که من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین فانما انا قاسم والله یعطی.
پیغمبر خدا در این حدیث میگوید که کدام کسی که خداوند برای وی نیکی را دوست می‌دارد، وی را در علم فقه دانا می‌کند، وی را علم فقه خوب می‌آموزد. از برای خاطر همینم طبق همین قاعده را بروردگی علما ها که الانسان و یتربت و بالوطن گفته یک قاعده، از این معلوم میشود است که انسان به وطن خودش را یعنی یک انسان مقیم، یک انسان کامل اشتغال نمی‌کرده است. خطن بینید، اگر انسان به وطن باشد، نه لذت حیات میبیند، نه عبادت کرده میتواند، نه عبادت بجا آورده میتواند، نه عبادتی مکمل کرده میتواند. از برای خاطر همین حضرت ابراهیم خلیل علیه و علی نبینا الصلاة و السلام در همون دعاهایی که دائم که پیغمبر خود این دعا رو ذکر میکردن و این دعا رو خداوند در قرآن عظیم الشان، بسیار دعاهای پیغمبر ها رو خداوند در قرآن ذکر کرده است. مثلا دعای حضرت ایوب وقتی که تسل شدن از پروردگار دعا کردن که اینی مسنی از زور رو انت ارحم الراحمین، یکی دعای حضرت زنون در بطن حوت در داخل دریا لا اله الا انت سبحانك اینی کنت من الظالمین، یکی دعای حضرت نوح در داخل کشتی ربی انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین، به مانند همین دعاهای پیغمبر که این قدر مهم است خداوند در قرآن وی را ذکر میکند، دعای حضرت ابراهیم ذکر. دعای حضرت ابراهیم خاص دوست داشتن وطن، حتی در این میگم اگر شما وطن به دستتان آباد کردن نتوانید، یکون سهمی گذاشتگی نباشد، دعا کنید. حضرت ابراهیم چی گفتن؟ ربی اجعل هذا البلد آمنا، پروردگارا گفتن این وطن من تو امین تنج نگاه دار. حتی ما به قصه حضرت پیغمبر علیه السلام میگویم که وقتی حضرت پیغمبر از مکه، البته مکه مدینه همش از حجاز در دولت در مملکت، لیکن پیغمبر خدا را از همون مکه که بیرون شده هجرت کردن، درسته که در مدینه زندگی میکردن، لیکن فکر و خیالشون به همون جای اصلی به وطنشون بود. از برای خاطر همین هم الله سبحانه و تعالی میدونست که پیغمبر خدا اینقدر دوست میدارن مکه را، اینقدر جای تولدشون، اینقدر وطنشون دوست میدارن، وقتی که آیت نازل شد برای پروردگار گفت که ای محمد ما میدانیم در قلب چی هست، تو وطن مکه را دوست میدارن. از برای خاطر همین هم طرف کعبه گشته، طرف مکه گشته، نماز خونده، حتی خواندن فرض نماز یک فرضشه، اما از سبب دوست داشتن پیغمبر خدا وطنشون خداوند امر داد که طرف فولی وجهه که شطر المسجد الحرام، یعنی یک سال پیغمبر خدا طرف بیت المقدس استاد نماز میکنند، یعنی در یک نماز خداوند نمین سبب وطنشون و پیغمبر دوست داشتنشون الله سبحانه و تعالی دستور داد که پیغمبر که فولی وجهه که شطر المسجد الحرام، یعنی سوی وطن از سوی که جایی که تولد شده همون طرف نگاه کرده، یعنی نماز خود. تشکر. سو دزی عمل یک اندیش هست در مورد دمانه که بگن که تربیه وطن دوستی باید از اویله آغاز گیرد. شما چی نظر دارید؟ بدین اون اسلام در این مورد چی میگه؟ بله این چیز در این چیز البته در این سخن ها اویله وقتی که ما به تعلیمات قرآن نگاه میکنیم، الله سبحانه و تعالی در قرآن سوره های بسیار، سوره مائده هست، مائده این دسترخان، غیر از این الله سبحانه و تعالی حیات انسان، سوره نساء هست، سوره نور هست، در همون جا پروردگار و انسانیت دستور میدهد که باید که آیله چطور باشد، آیله باید چخل زندگی کنند. پیش از همه بسیار عجایب سخن گفته بسیار، البته این چیز بعضی چیزها چیزهایی گرشند که خلقی هم که باشند، ما میبینیم که ویها حتما رفته با یک منبع اسلامی، خواه قرآن، خواه حدیث، خواه اجماع، خواه قیاس، خواه که مذهب امام ابو حنیفه بعضی مسئله های فقه همون چیز پیوستگی دارد. این چیز هم با آیه های قرآنی پیوستگی دارد، چون که الله سبحانه و تعالی تربیه پیغمبرها را، تربیه دوست داشتن پیغمبرها و فرزندهاشون را، تربیه پیغمبرها و آیله هاشون و دوست داشتنشون را در قرآن عظیم الشان ذکر میکنه. همین اینها دلالت میکند که دوست داشتن آیله این دوست داشتن وطن است. این دوست داشتن یا که حضرت یوسف علیه السلام قصه‌شان ما میبینیم که وقتی که وای آدم از مصر برآمدند،
این چیز یک چیز بسیار هم برای همون اهل و عائله حضرت یعقوب یک قصه که این قصه قرآنی هست که این ما به سوالهای طولانی اگر سخن گویم تمام کردن نمیتوانیم. لیکن حضرت یعقوب پیغمبر بودن همون فرزندهای خودشون رو چه خیلی تربیه ایوه کردن که تربیه عائله و تربیه حضرت یوسف گرسنده که در مسافرت هم بودن لیکن قلبشون معلق همون وای بود، جایی که پدرشون بود معلق همونجا بود. از این معلوم میشه که البته تربیه از عائله سر می شود، تربیه و تندرستی از عائله سر می شود. مادامی که پدر و مادری که از این قصه های پیغمبرها، از سیرت های صحابگان پیغمبر، از اینها با خبر هستن، ان شاء الله و یا فرزندانشون در همه عائله تربیه وطن و تندرستی رو تربیت می‌کنند. بله. لتشکر است در مورد تندرستی گفتیم. اصلا و تندرستی فقط رفته ارتش خدمتی خواهی مثال ها رفته خدمت کردن این حتی مثلا یک جایی رو عبود کردن یک جایی نو عبودی رو گذاشته از این به یک نفری نیازمند کمک کردن که او هموطنی است مثلا از زندگی نامه عزیزان خدا یادآوری کرده حتی مثلا میگرد که حافظ اختان پاک بایت دارد میگرد یوسف که به میسر پادشاهی میکرد ای کاش گدا بودی به کنعان خوشتر مثلا همه میرن یک جای دیگر وقتی مثلا پیر میشود و سینی مثلا بزرگ سالی میرسد حتما یادی وطن میکنند چون یادی وطن این بسیار مقدس است برای من که اونجا خونی نفش دیخته است اونجا مثلا عزیزان دلش اونجا حیواناتش هستند و در همین محیط زیستن و در همین فضا کار کردن و برای آبادی همون حصه گذار شدن فکر میکنم شرطی مهم است. اصلا یک مسئله رو من پرسیده نه هستم. مثلا میگن که همه کودکان با تینتی پاک تولد میشود. بعد بولیدان آنها رو مثلا در ادامه عمرشان تربیه میکنن که مثلا یا روح خوب میگیرن یا روح بد میگیرن. و در همین فاصله من سخن به سبب از تربیه بولیدان آغاز نکردم در مورد اونی که بیم در خوردی باید بولیدان بیشتر کدام جنبه ها رو تلقین کنن که مثلا فرزندشون وطنش به معنی تومش دوست دارد نه به لفظ بلکه به در عمل. بله استاد که در باری حضرت یوسف خواجه کمال هم حتی ایمان نگاه میکنیم این خطر وای بودن لیکن باز هم خودشان چی غریب در غریبی تومون به سختی میدی هر مسکین کم گفته به همین خطر منظره به همین خطر احترام لیکن با خودشان در غریب شما کرده همه اینا در اولا میکنند که البته این چیز حقیقت است. حدیثی که شما گفتید این حدیث امام مسلم روایت میکنند پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه کل مولود یولد علی الفطره همه فرزند مولود گفته در اینجا تمام کودکایی که نر تولد میشوند فطره گفته در یک طبیعت پاک و یا تولد میشوند لیکن همون تربیه کننده ها به نگاه کرده همون تربیه قبول میکنند از همین لحاظ وقتی که پدر و مادر فرزند از وقت خردسالی اگر اهمیت برنامه تربیه اولاد باشد چون ما به سیرت صحابگان پیغمبر نگاه میکنیم پیغمبر خدا اون حق و حقوقی که در گردن پدر و مادر میگذاشتند همون صحابه ها و مانند یک برنامه تشکیل میکردن این برنامه پس در حالتی همون برنامه فرزند در سن سالگیش همون برنامه رو به سه قسم تقسیم کردن تربیت و سه قسم تقسیم کردن پیغمبر خدا می حدیث که امام بخاری روایت میکنند از ابو هریره رضی الله عنه جناب رسول الله میگن که داعب حسابا ادب حسابا و صاحب حسابا سه دوره تقسیم کردن لیکن در همین سه دوره تقسیمات تربیه فرزند میبینیم که محبت داشتن به وطن در همین سه دوره این چیز تلقی میکنن نه فقط یک در و یک در مثلا ما از کجا این چیز رو میگوییم دلیل از کجا این پیغمبر خدا اینجا میگن که دواقیم حساب یعنی مهربانی کنیم به فرزند ها اکثر کلمه مهربانی این به فرزند کردن مهربانی به فرزند کردن این فرزند همون خیلی تعلیم دادن در کار که بعد از در طبیعتی و این چیز جا کردن در کار که وای همون موجوداتی که برای وای وای ها رو وای با وای ها مهربانی کنند از آن جمله به وطن چطور بوده که قاعده اصول فقه علمای اهل نجد گفتن که الانسان مرتبط بالوطن یعنی وای به وطن در همون خردسالیش هم میگن که
بوده که همین قدر مهربانی کند که یکی از سبب های مهربانی کردن بوده تا که به نسبت وطنش مهربان باشد. دویم است عده صبر. در همون برنامه که صحابگان پیغمبر از زبان معلم بشریت گرفتن ترتیب دادن، دویم است یعنی عده صبر و به ادب. یعنی دویمین قسم تربیه سر می شود این به آداب. وقتی که ما به آداب نگاه میکنیم، آداب سرچشمه آداب وی ها از یک آیت کریم سر می شود که همون آیت کریمه دعوت به وطن و وطن دوستواری سر می شود. چی هست؟ خداوندش می گوید ولا تمشی فی الارض مرحا، می گوید که وقتی که شما می گوید در روی زمین می گردید متکبرانه زمین زده زده نروید. ان الله لا يحب كل مختار فخور. در دوام همین آیت الله سبحانه و تعالی میگه آن کسانی که نسبت زمینشون به اهمیتی میکنن و ها تکبر میکنن، تصرف های غیر عاقلانه میکنن نسبت وطنشون، چنین انسان ها را، چنین انسان های بی خبر الله دوست نمیداره. این دیم سیم قسمش کتابی که قسم سیم تربیه سر میشه کتاب آداب. این صاحب حساب ها یعنی فرزند گرفته همراه و جایهایی که از آن جاها چیزی عیانی در ذهن وی ها میموند و همون جا گرفته گشتن. ما این موضوع را بینیم در همین جا. این موضوع را البته از نسبت به محبت به وطن، نسبت به محبت به آیله، نسبت محبت به موجودات سر می شود که باب اولین همین قسم از چی سر می شود؟ باب اولین همین قسم وقتی که پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اشارات کرده گفتن که فرزندهاتون سه قسم، قسم ادب، قسم تعلیم، قسم تجربه. اکنون در همین باب تجربه علما اتفاق میکنن که کدام فرزند از کجا تجربه سر کنه. میگن که تجربه فرزند از همون نزد استادانی که وایها به قدر علم و معرفت و به قدر وطن میرسن، نزد همون ها برده وای مونید از همون ها تجربه گیرن. همین ها دلالت میکنند که البته از نگاه مبین اسلام این چیزها همش یعنی ترغیب و تشویق به وطن و دوست داشتن است. در همون موضوع با یک چیز ذکر کردید، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میگه که وقتی که شما میبینید که در وطن در جای اگزیست میکنید چیزهای نامعقول باشد، چیزهایی که برای زیان همون برای وطن، زیان ملت، زیان همون باشد، اگر شما خودتون دور نگیرید. از اون جمله من را آمین کن من کرم فلیغیر بیدی. شما ببینید که یک جواب را ببینید که یک کس یک روح کنساده، یک کپروپ و ایران کرساده است. مثال یک جای آباد یا یک خدا نگه دارد یک جای آباد تخمان ساده است. شما هوای اگر پیش روح شد و دستون نگرفته گذاره در گناه هوا شرید. چونکه و یک گوشی وطن شما را خراب میکرد. نشانی دوست نداشتن وطن در سیمای شما هوایده باشد. یک کناسه. دیگه میگم که اگر همین چیز میگون شما به دستتان نتوانید، اگر میگون اگر نتوانید میگون به دستتان گرفتن زبانتان خطب بید. بگید که این کار میکرده که تو این به زیان وطن است، این به زیان ملت است، این به زیان دینت است، این به زیان جمعیت است. گفته هوای سیمان اگر همین کار رو میکنه توانید میگون پیغمبر خدا شما به دلتان دعا کنید که اللهم اصلح و خداوند این اصلاح کن که از این کار زیان کارش برای وطنش و برای ملتش و برای دینش این نگاه دار گفته به پیغمبر که دعا کنید. لیکن در این حالت دعا کردن تو ایمان شما ضعیف است. اگر شما ایمان تو خوبان میبود دو چیز اول یعنی همون چیز از دست است میگرفتید، یا که به زبان تو گفته از کار همون بد که خلاف یعنی بزیان وطنش است از همون کار شما میبود میگشت. بله استاد تشکر برای شرح این موضوع و فکر میکنم بسیار این نکته های مهم گفتید که در جمعیت زندگی کرده موقع فعال جمعیتی داشتن یکی از شرط های ندن و انسانی اینچنین مسلمانی نیست هست که مثلا توانیم در راه پیشگیری اون کمبودی های جامعه خدمت گذار باشیم، توانیم در همدستی این جامعه را آباد کرده باشیم. حتی میگن در وطن بوده ای به یادی وطن به وطن است، یعنی در وطن زیسته از مشکلات وطن یاد کرده برای اصلاح اون مشکلات اگر کوشش نکنیم فکر میکنیم که واقعا به وطن یعنی همین میشود. دوستان در اشتراک کن در شرح این موضوعی که واقعا بسیار دامنه دار، اما در این فرصتی 20-25 دقیقه متوانستیم که برای شما این نکته های مهمترین جزئیات های این مسئله رو گفته باشیم. این برنامه چراغ هدایت بود. باقی خانه تا آباد باشد. خیر.